سلام علیکم دوستا و بیننده های عزیز یوتیوب چینل تیک تیوب، بازم احمد دارست هوشمند هستم و به این ویدیو نو ما خوش آمدین. در ویدیو امروزی دوستا میخواییم که بر شما شیوه پسورد دادن اپلیکیشن ها را روی موبایل های آیفون آموزش بدم. تا قبل از این ویدیو شاید شما فکر میکردین که مثل موبایل های اندروید ما نمیتونیم که هر اپلیکیشن را در داخل موبایل های آیفون خود پسورد بدیم، ولی امروز با یک ترفند خیلی آسان و بدون نیاز به هیچ اپلیکیشن شما میتونین که این کار را انجام بدین و توسط خودم آیفونتان این کار را میتونین که شما بسیار راحت انجام بدین. پس اگر میخواین که در موردش معلومات حاصل بکنین و بفهمین که چگونه میتونیم که هر آن اپلیکیشن را که دوست داریم در روی موبایل های آیفون روش پسورد اضافه بکنیم، پس به خاطر یاد گرفتن ازی حتما تا ختم از ویدیو ما را همراهی بکنین. اگر از دوستای جدید هم هستین و از این سبک محتواهای تکنیکی را میپسندین، خیلی خوشحال میشیم که در داخل چنل هم سابسکرایب بکنین و ویدیوهای بعدی ما را هم که هر روز اپلود میشه تماشا بکنین. خب دوستان عزیز، فعلا من دو دانه موبایل آیفون را فعلا همراه خود دارم. یس، موبایل اول آیفون ما که شما تماشا کرده میتونین که همه اپلیکیشن ها در داخل ازی باز است و میتونین که از همه اپلیکیشن هاش استفاده بکنین. و ای هم موبایل آیفون دومی ما است که بعض از اپلیکیشن ها در داخل ازی فعال است، ولی بعضی هایشان را قسمی که تماشا میکنین غیر فعال است و رویشان پسورد اضافه شده. مثلا مثال اگر من خواسته باشم که بیایم و از این اپلیکیشن پسورد استفاده بکنم، روزی اگر کلیک بکنم بر من یه آپشن تایم لیمیت میه و بازش نمیکنه، ولی اپلیکیشن های دیگه شان همشان فعال است. یعنی که من روی یک مقدار از این اپلیکیشن ها پسورد اضافه کردیم. بیاین که براتون آموزش بدیم چگونه میتونین پسورد را روی ازو هم اضافه بسازین. خب دوستای عزیز، به خاطر اضافه کردن پسورد روی یک مقدار از اپلیکیشن ها، شما فقطا کار را که انجام میدینی است که وارد تنظیمات موبایل آیفونتان میشین. هر موبایل آیفونی که داشته باشین فرق نمیکنه. زمانی که وارد تنظیمات شدین کم پایین تر میین و میرین روی گزینه اسکرین تایم کلیک میکنین. اسکرین تایم را که باز کردین میین و ترن آن اسکرین تایم را کلیک میکنین. اسکرین تایم را فعال میسازین، باز هم میین روی ترن آن کلیک میکنین. در این قسمت آپشنه که برای شما می آید Is this iPhone for yourself or your child؟ آیفون را فعلا میگه شما بر خودتان استفاده میکنین یا هم بر طفلتان. خب در این قسمت به خاطر از اینکه امی سکرین تایم درست کار بکنه، شما باید بیاین This is my child's iPhone را انتخاب بکنین. یه اپشن های دیگه شما میتونین که بیاین روی setup later کلیک بکنین، باز هم روی setup later کلیک بکنین. خب در این قسمت بیاین که باز هم روی setup later کلیک بکنیم و در این قسمت از پیش شما پسورد میخواه. و این پسورد هم عبارت از امو پسوردی است که شما به خاطر سکرین تایمتان اضافه میکنین که زمانی که هر اپلیکیشن را بعدن بخواین باز بکنین نیاز به نمی پسورد دارین. خب به طور مثال من این پسورد را به شکل مثال پسورد را فعلا 20 میگذارم. دوباره باز هم از پیش من این پسورد را میخواه، باز هم این پسورد را نوشته میکنم و من بازم ریگزینی اسکیپ کلیک میکنم و به می راحتی شما تماشا کرده میتونین که سکرین تایم فعلا در روی از موبایل ما فعال میشه. خب هنوز هم اپلیکیشن ها همشان باز هستند. خب بیاین که در قدم اول یک کاتگوری از اپلیکیشن ها را غیر فعال بسازیم. خب فقطا من میایم دوباره باز هم روی از آپشنی که مربوط به اپ لیمیت میشه روی از کلیک میکنم، باز هم میایم روی اد لیمیت کلیک میکنم، از پیش ما دوباره هم پسورد را میخواهم، به این شکل دوباره هم پسورد خود را نوشته میکنیم و در این قسمت کاتگوری های مختلف از اپلیکیشن ها را برای شما نشان میده. خب به طور مثال ما بیاین که اولا امی گیمز را در این قسمت انتخاب بکنیم. روی گیمز مده شکل کلیک میکنم، باز هم میم روی نکس کلیک میکنم و این رقم اکس صفحه برای ما باز میشه. در اینجا فقط کافی است که ایره بیاین شما روی یک دقیقه بگذارین و در قسمت بالا هم براتون نشان میده One minute every day، یعنی هر روز این اپلیکیشن فقط یک دقیقه اجازه داره. یک را وقتی که انتخاب کردین باز هم میم روی اد کلیک میکنین و تماشا بکنین در بخش اپ لیمیت من گیمز را اضافه کردم. حالا زمانی که من از این بیرون میشم، شما تماشا میکنین که هر آن اپلیکیشنی که در داخل از این موبایل وجود داره و مربوط به کاتگوری گیمینگ میشه همش را غیر فعال ساخته. شما تماشا بکنین اپلیکیشن لادیو کینگ غیر فعال شده، اپلیکیشن سابوی سرفیس، اید بول پول به میشکل همچنان گیم پاپ جی، همه از اینا غیر فعال شده و من فعلا به حالت عادی نمیتونم ازش استفاده بکنم. به این شکل اگر خواسته باشم بعدن استفادهش بکنم، روی هر کدامشان وقتی کلیک میکنم برای من میگه که اپلیکیشن قفل است یا غیر فعال است. میام روی ask for more time کلیک میکنم، enter screen time پسکود را کلیک میکنم، پسورد screen time خود را وارد میکنم. حال اگر خواسته باشم 15 دقیقه، 1 ساعت یا هم مکمل روز میتونم که این اپلیکیشن را دوباره پس فعال بسازم و از اپلیکیشن میتونم که حال استفاده بکنم.
خب بمی راحتی و سادگی شما میتونید که هر آن اپلیکیشن دیگه هم خواسته باشین در قسمت موبایلتون رویش لیمیت اضافه بکنین، باز هم میتونین که بین روی بخش سکرین تایم و در قسمت روی سی آل اکتیویتی کلیک بکنین، هر آن اپلیکیشن را خواسته باشین میتونین رویش لیمیت اضافه بکنین و بمی راحتی و آسانی شما میتونستین که روی ازی اپلیکیشن هایتون پسورد اضافه بسازین. خب دوستان عزیزی، هم بود ویدیو امروزی ما. امیدوار هستم از این سب ویدیوهایی را که براتون آماده می‌سازیم لذت کامل را برده باشین و به میل دلتون بوده باشه. اگر همین شکل است حتما حتما کانال ما را سابسکرایب بکنین و این ویدیو را با دوستان دیگه‌تون شریک بسازین. به زودی با ویدیوهای جدید می‌بینمتون. فعلا وقتتون خوش. No.